چقدر خوبه که همه اینقدر عالین. شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به همه کنکوریا. موافقین؟ بله. پس به افتخار همه کنکوریا. خب. پیشنهاد میکنم بخندیم سر حال ترشیم. تمرین خنده رو ما بکنیم. یک نفس خالی کن، نفس دوم خالی کن، نفس سوم میگرده میگرده، یک دو حالا. بگیر بالا نفسو دوباره. لازمه برای اونایی که هنوز اینو از ما نشنیدن یا جایی نخوندن یا کسی بهشون نگفته که اینو بگیم که خنده مصنوعی بسیار کار واجبیه و مغز تفاوت خنده مصنوعی و طبیعی رو تشخیص نمیده. خیلی چیز جالب و عجیبیه. خنده مصنوعی باعث میشه که بدن و مغز یاد بگیره که این عمل رو انجام بده و به مرور میگن اصلا 5 دقیقه در طول روز اختصاص بدید به این تمرین. برید توی اتاق، اگه فکر میکنید بیرونم ممکنه که اهلش نباشن یا مثلا سرصدای شما اذیتشون بکنه و اینا، یا هرچی، یا تو خانواده دور هم جمع شین تمرین بکنید. خیلی هم نظرم تمرین جذابی. 5 دقیقه بخندیم. توضیح داده میشه که بعد از 2 هفته 1 دقیقه آخرش تبدیل به قهقهه میشه. بعد از 10 روز 2 دقیقه آخرش تبدیل به قهقهه میشه. شما بعد از 2 ماه خورده مهارت خندیدن پیدا میکنی. و از این موقعیت که مغز تفاوت خنده طبیعی و مصنوعی رو تشخیص نمیده بعد استفاده کنیم. این خیلی به نظر موهبت درجه یک و فوق‌العاده‌ایه. ما معتقدیم هر کسی در طول 1 روز زندگیش نخنده اون روز روز خوبی نبوده. پس این تمرین ها رو انجام بدین که راحت بتونین بخندین. کیا خندیدن براشون سخته؟ چه سوال لوسی کردم، به خاطر اینکه شما همه تون امتحان خنده دادین و الان اینجا این. آفرین. و بعدم دیگه شما خندوانی هستین و اصلا میدونین چه خبره. مسابقه پیامکی. یه گزارشی داریم، منتها قبلش من اینو توضیح میدم. به 3500 در منزلیا، به 3500 جوابی که فکر میکنین درسته رو ارسال میکنین. هر شب کسی که جواب صحیح فرستادن، یک نفر قرعه کشی میشه، انتخاب میشه، به اون 500,000 تومان تعلق میگیره. منتها ما ته هفته ها اعلام میکنیم کل برنده های هفته رو. سوال اینه، وقتی از ته دل میخندیم چی میشه؟ 1 قهقهه میزنیم، 2 اشکمون در میاد، 3 بی خیالی سراغمون میاد، 4 هیچ کدام.
اونی که فکر میکنین درسته رو عددش ارسال کنین. اگه معتقدین قهقهه میزنیم یک رو بفرستید، اگه معتقدین اشکمون در میاد دو رو بفرستید، اگه فکر میکنین بیخیالی سراغمون میاد سه رو بفرستید، و اگه فکر میکنین هیچ کدوم چهار. وقتی از ته دل میخندیم چی میشه؟ کیا مواردی که ازش میترسن در زندگیشون یه ذره زیاده؟ اصولا اینجوریه. یک، دستو بالا. دو، راحت. سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. چرا؟ از چی میترسیم؟ از اتفاق؟ چه اتفاقی؟ ارتفاع. منم میترسم. خب دیگه؟ سوسک. منم میترسم. سوسک رو منم میترسم. ارتفاع رو منم میترسم. فکر کنم منم بعد دستم بگیرم بالا. سوسک بال داره. همه چیزهایی که ما ازشون میترسیم رو میشه تمرین کرد که نترسید. باید ترسمون از چیزایی باشه که توی این گزارش هم بهش اشاره میشه. امیرحسین مدرس عزیزم محبت کرده، اومده جلوی دوربین خندوانه در بخش آدم با حالا و میبینیم که قراره چیکار بکنه و بعد راجع به این حرف میزنه که آدم بعد از چیا بترسه. که راستم میگه، اصولا هم از اونا ما نمیترسیم. امیرحسین مدرس عزیزم جلوی دوربین ما و بریم بیایم. به 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 آقای مدرس خوبی؟ خوبی؟ خدا شکر بد نیستم. خب شما همه جا ادعا میکنی که آدم نترسی هستی و در همه اجراها و اینا گفتی که من از هیچی نمیترسم و اینا، درسته؟ من گفتم؟ به نظرم نگفتی؟ نه. یعنی الان میخوای بگی ترسی؟ من نمیدونم چه بلایی میخوای سرم بیاری؟ نه، چیز عجیبی نیست. چیز عجیبی نیست. از اینا یه ذره معلومه، از این رو دیوارا. آره آره، اینا که معلومه. حالا باید بریم تو ببینیم که یه افهمو شکل اینا میشه چونمو کش میاد یا نه. چقدر اهل تفریح هستی؟ تنها بازی که بلدم منچ و مارپله است. اون موزه مهر چینی و اینا. فقط در منچ حرفی برای گفتن داریم. آره آره، من صاحب عنوانم تو رنکینگ جهانی، من مدال دارم. خوبه؟ بعد خدمت شما عرض کنم که شهر بازی اینا، شهر بازی نمیگی مثلا بریم یه شهر بازی؟ چرا، با پسرم میریم شهر بازی. تونل وحشت رفتی تا حالا به عمرت؟ تونل وحشت رفتم، منتها مال خیلی گذشته است، یعنی مال دوران کودکیمه. حاضری یه بار دیگه تجربه کنیم؟ آره چرا که نه. خیلی خوب. آره. و نمیترسی؟ من هیچ موقع نگفتم نمیترسم. تکذیب میکنی؟ هیچ وقت هم نمیگم، به خاطر اینکه ترس جزء وجود آدم هست. میدونی آدم از خودمون ترسیدنه میترسه. آره. این کنجکاوی که آدم داره که مثلا از چه چیزی باید بترسم، چه شرایطی حالا قرار میگیرم، میدونی این همینا دور کلت پر از سواله. الان من اونجوری آماده هیجان هستی؟ آره فقط. آره دیگه، چاره ای نداری الان. آره الان. آره دیگه، گفتش که در کف شیر و نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. آره. بریم 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 ببینیم چی میشه. بریم ببینیم چی میشه. بفرمایید. فقط یه خود رحم و انصاف و مروت رو هم در نظر داشته باشید. من قلبم پیمیه. نه میریم ببینیم چی میشه. باشه که پیما در نگه داره. باید نگاه کنین. ها باید چیزیونی باید نگاه کنم در دیوار خون پاشیده که Ha ha ha!
امیر حسین مدرس، آفرین آفرین. ولی ترسیدی ها، اره برقی و اینا. نیما جان تو چرا اونجا واستادی؟ نیما چی شدی؟ چیه ماجرا؟ بله چی عزیزم؟ داری چی کار میکنی اونجا؟ منزوی هم دیگه. منزوی شدی چرا؟ منزوی هم اومدم کنج عزلت دیگه. چرا کنج عزلتت بغل جمعه؟ بله کنج عزلت تو جمعه چرا؟ کنج عزلت خونه هست دیگه اینجا این گوشه. اونجا؟ بله دی 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 چرا حالت بده مگه؟ نیما بله نیما جان چه کارم داری؟ حالت بده؟ نه منزوی هم دیگه حالا من از دارم بیام منزوی کدت رو ببینم که چی بیای تو تو کجا؟ منزویم بیای یا تو کنج عزلت؟ به منزویم سرک بکشی بیای کنج عزلت رو ببینی؟ کنج عزلتت رو ببینم اجازه دارم؟ یه کم دیگه بیا دی 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 بله ببینم کجا چی رو ببینی؟ اون تو نه نمیشه دیگه آخه تا دمش با بله آه اجازه نمیدی کنج عزلت منه کنج عزلت من شما نمیتونی بیای سرک بکشی که کنج عزلت من مگر نیست چرا چرا آره من اجازه گرفتم گفتم میتونم بیام ببینم بله چطور مگر شما میخوای بیای داخل میخوام ببینم چیه اونجا که کنج عزلت چه شکلیه شما در همین حد میتونید که من برم دوباره تو کنج عزلت خب شما در بزنید من بیام بگم مثلا کیه برو ببینم چه اتفاق میفته بله نیما جان دستم بنده الان میام خدمت مشغول چه کاری هستی بله مشغول انزوا بودی بله همه کاری میکنم تو کنج عزلتم دیگه چی کاره مثلا؟ فضای شخصی من دیگه آقای جواب میخوایی سرک برای چی بکشی؟ در هم زدین گفتم بفرمایی چی میخوایی؟ به نظرم یه چیز خیلی فیزیکی نیست یعنی یک محل واقعی و فیزیکی نیست یک تصوره نه کی گفته؟ انزوا؟ آره خب البته میتونه فیزیکی هم باشه فیزیکی باشه؟ آره ولی آخه اینجوری نیست من تا حالا ندیدم کسی گوشه عزلتش اینجا باشه کنج عزلت کردم من شما مگه میدونی من چه امکاناتی چیدم تو کنج عزلتم چی میتونه چیده باشی اون باشه هیچ چیزی نمیدونی اینقدر جاست مجوز ورود نداری شما باید مجوز ورود داشته باشی من یه امضا کنم بیای تو کنج عزلتم عذرخواهی میکنم فکر کردم حالت بده گفتم حالا من بده ببین چه کنم ازت اون زوی هم چرا دستت سرده فشارم افتاده کم جونم همش دارم آسیب میبینم تو این استودیو میفهمم شما هم که خزینه ای به من نمیدی چیکار کنم برات نمیدونم چیکار باید کنم از گوشه عزلت بیا بیرون از کنج عزلتت بیا بیرون بیا تو جمع باش ببین چقدر باحاله از کنج میتونم بیام بیرون ولی من تو خود الان تو خود عزلت بودم میفهمم میگم بیا بیرون تو جمع باش قشنگ ببین نگاه کن همه چقدر باحال ان قیافه‌های خوشگل خندون گرم دوست داشتنی انرژی بالا پر از محبت بله الو جانم نه من الان جاییم به تالا زنگ همه هم کار دارن با آدم تو کنج عزلت هم نمیتونم راحت باشم من این گوشه بودم به شما کاری نداشتم که نیما جان خب برو یه گوشه دیگه اگه میخوای این کارو بکنی کدوم گوشه آخه خودت هم آخه یه چیزیت میشه اومدی وسط جمع یه گوشه رو انتخاب کردی میگه سخنجشه من تو همینجا میگذره حواس همه رو پرت که خودت داری توجه جلب میکنی موزیک دارم موسیقی با خودم ری ری آخه این چه کاری این چه گوش عزلتیه بله بیا اینجا بیا پیش ما قفلم کردی اونجا بله نه پس باز بذارم بری سرک بکشین تو کنج عزلت منو ما فضول نیستیم بالاخره منزوی باید باشی تا بدونی کنج عزلت چیه منزوی هستی نه نیستم خب پس کنج عزلت رو نمیتونی درک کنی که چیه خب کنجکاوم نیستم برم اون تو رو ببینم پس درش قفل نکردی چطور شما اومدی اونجا نگاه کردی چطور مگر شما که اجازه گرفتم چیز عجیبی بود ای بابا همش چیکار کردی ببخشید یه بار سرت حوصله ندارم منو نگاه ببخشید دیگه نبینم تقصیر منه که رو دادم بهت گذاشتم تو این استودیو بیای آخر سرم همین شد اینقدر رو دادی اینقدر داری دعوا میکنی چقدر مگه قد رویی که به من دادی نیست اینقدر روی به من دادی روز اول نباید میذاشتم بیای تو استودیو حالا که اومدم حالا که شاخ شدم بذار باشم میدون بهم بده چشمه داری یه جبو میاد بالا بالای کجا من یه بالایی بیام دیگه حالا اینجا حتی برو بالا برو بالا
کسی به تو کاری نداره، برو بالا. موندنش مهمه. ها؟ موندن بالا موندن مهمه. خب اون دیگه دست خودته. خب بعد میندازین هم پایین دیگه. بهت میدم برو کی میندازه پایین تو رو؟ چرا تو چرا توهمی؟ تو چرا توهم نیستم؟ اون جوی هم فقط نه. چرا اینقدر انزوا کشیدی؟ تو چرا توهم شدی؟ چرا انزوا این کارا رو میکنی؟ نه مادی نه معنوی هیچ کدوم. انزوا این کارا رو میکنی. جالب نیست. من بس نکن. ببخشید. ولی اصلا پدر جالبی نیستی شما. پدر جالبی نیستم؟ آره نه مادی نه معنوی هیچی. من نمیدونم این کی به پدری من انتخاب کرد. من کی اعلام کردم پدر تو هم پدر معنوی تو هم. اصلا کاری نداشتم من با تو. من که کار داشتم. وقی. درست حرف زدی آقای محترم. ببخشید. ببخشید. شاه حسینی. شاه حسینی سری نظرت نظرت کنجا عزلتش بوده 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 را ای رفتو رفتو کنجا عزلت خیلی خوب باشه اونجا رو دیوار بکش نگاه بیرون از کنجا عزلت اینقدر تو کنجا عزلتت تو کنجا عزلتت بمون خیلی هم قشنگ کنجا عزلت تا ورم کنی یه سری گزارش‌های باحال گرفتیم از بچه‌هایی که میان در استودیو رفقامون در استودیو بابت اینکه چرا اومدن تو استودیو چرا اومدن خندوانه بر چی خندوانه رو نگاه می‌کنن کدوم بخش‌ها رو دوست دارن چه توقعاتی دارن و و و و و به نظرم بخش جذابیه خیلی هم دوست داشتنی رفقا دور هم و بریم بیا اخبارم الان برنامه بسیار زیبای خندوانه رو دیدیم خوشمون اومد من زنگ زدم خندوانه من اول فکر کردم واقعا اتفاق نمیفته بعد یه مدتی طول کشید به من زنگ زدن دعوتم کردن اومدم دعوت شدیم تست گرفتم بعد انگلیسی مشخصات پرسن گفتن فلان تاریخ بیاین برای تست اومدم تست دادم بعد با هم تماس گرفتم وارد برنامه شدم تو تست قبول شدم و اومدم داخل خندوانه یعنی اصلا اونجوری نیستش که فکر کنین که نمیشه من فکر کردم که نمیتونم هیچ وقت بیام تو برنامه ولی اومدم برای اولین بار دفعه اول اومدم برخورد اونجا خیلی خوب بود خیلی خوش برخورد بودم بار پنجم آقای اکبر عبدی بسیار زیبا بود برنامه خمسه برنامه آقای رستمی بسیار زیبا بود آقای محمد موسوی خیلی خوب بود خیلی فامیلیشون یادم رفته کارشناس روابط بین الملل بودن بعد دیگه یادم بخشی که مهمون رو دعوت میکنه واقعا دوست دارم اطلاعاتی که از مهمون رو میگیریم واقعا خیلی خوب قسمتی که جناب خان هستن یعنی واقعا فوق‌العاده است یعنی اصلا کل همون خانوادگی همه عاشق جناب خان نیما خیلی خوبه فضای بسیار عالی دوستانه همین که خنده درش موج میزنه انرژی مثبت آقای جوان خیلی دوست دارم یعنی هممون یعنی من مادرم خواهرم پدرم وقتی میام اینجا اصلا روزم رو با انرژی شروع میکنم کلا اون هفته این انرژی رو ذخیره میکنم برای هفته خیلی خیلی گرم به نظرم فارغ میشه آدم از این دغدغه هایی که تو روز داره چند تا کلمه هایی هستش که در کنار هم باید قرار بدن یه جمله خیلی خوب بسازن واقعا خیلی قشنگه حضور ذهن خیلی بالایی رو میخواد که مهمونا اکثرشون دارن وقتی که آقای جوان ادای سوسک بالا سوسک بالا واقعا عالی بود یه خاطره شد برای ما که واقعا خیلی خندید خیلی شادی هم ضرورت اساسی زندگی امروزمون شما گرمتونه به هر حال هم فضای شادی رنگ های شادی استفاده شده دوستان حتی اون لباس هایی که پوشن لباس های شادیه فوق العاده استادیو زر بزرگتر بشه نظرم خیلی بهتر میشه خدا حافظ شما خدا حافظ دبندست اینجوری برندست بخندست دست بزندست پول و پله میره از دست چیزی که میمونه خندست دور همی خانوادگیه توی خندوانه دور همی خانوادگیه توی خندوانه دور همی خانوادگیه خندوانه دور همی خانوادگیه توی خندوانه بخندیم ولی به هم دیگه نخندیم منفی رو هر جا که دیدین در رو روش ببندیم پخ بگم باید بخندیم خوبه تو خنده محل چندیم بذار همه فکر کنن از خنده به
خانوادگیه توی خندوانه، دور همی خانوادگیه توی خندوانه، دور همی خانوادگیه خندوانه، دور همی خانوادگیه توی خندوانه. حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. عرض کنم خدمتتون که ما در فصل جدید، البته قبل‌تر هم این کارو کردیم، در فصل گذشته با آدم‌های معروف در رشته‌های مختلف گفتگو می‌کنیم و نظرشون رو راجع به خندوانه می‌پرسیم، اونم نظرشون رو می‌گیم. در فصل گذشته با آقای مسی گفتگو کردیم و در فصل جدید با آقای مارادونا. الان هم یکی دیگه از اون گفتگو آماده است که شما تماشا میتونین بکنین و دعوت میکنم با هم ببینید. این شما یک بازیگر بسیار خوب و معروف، کسی که کارنامه درخشانی در بازیگری داره. خواهش میکنم خانم آقایون، جناب آقای آل پاچینو. سلام رامبورد جو. سلام. خیلی خوشحالم که بعد مدت ها یاد من افتادی و منو به برنامه دعوت کردی. واقعا دلم واسه تنگ شده بود. اون موقعی که زنگ زدی با رابرت و دانیل همینجا دوره هم بودی، اصلا باورم نمیشد. واقعا سورپرایز شدم. به رابرت نشون دادم، گفتم که ببین کی زنگ زده، این که رامبود خودمونه. اتفاقا بهشون خیلی سلام برسون، منم خیلی دلم می‌خواد زودتر زنگ می‌زدم با هم گپ می‌زدیم، مثل قدیما گپ و گفت می‌کردیم. خیلی عالی. من قلبم واسه تو می‌زنه رفیق. اتفاقا داشتیم با رابرت خاطره می‌گفتیم که چقدر ستایی شیطنت می‌کردیم دوران دبستان. الان دیگه هممون بزرگ شدیم. واقعا روزای خوب. یادش بخیر. کلاس‌ها رو می‌پیچوندیم، می‌رفتیم بیرون تایید بازی می‌کردیم. شما همیشه از من بزرگتر بودید. اون بازیه بود که یادمون دادی خونه خاله کدوم وره، از این وره یا از اون وره. فکر می‌کنم که یه 20 باری بردمت از بس که تو بی استعدادی رام بچون. من مونده بودم، آخه واقعا بازی راحتی بود، کاری نداشت که تو بین این ور اون ور پاد گره میخورد و زارت میخوردی زمین، بعد آه و گریه و داد و هوا را مینداختی و کلی بازی در میآوردی، میگفتی خانم خانم این ال منو هل داد و افتادم زمین. دروغ نیست، اونم میدونست که من نبودم و تو هم زایه میشدی، کلی حال میکردم و بهت میخندیدم. آخه یکی نیست بگه تو که جنبه نداری خب بازی نکن بچه، بابا بیا برو دنبال کارت، اینجا که جای بچه بازی نیست. عزیزم مثل که یادت رفته 5 دوره این مسابقه رو من قهرمان اول بودم، هیچ وقتم یادم نمیاد برای بازی و باختن گریه کرده باشم. با مردم رو راست باش و واقعیت رو قبول کن. آخه اون چه قیافه‌ای بود به خودت میگرفتی؟ من به خودم میگفتم آخه این چه رقم لوسه، حالم بد شد، چرا اینطوری میکنه؟ باور کن تو کل مدرسه اسمت مثل بمب صدا کرده بود، همه بهت میگفتن رامبد خالی بند، اصلا ورزی بود. امسال که تو جشنواره دیدمت یهویی جا خوردم، اصلا باورم نمیشد که این همون رامبده. خیلی خوشتیب شده بودی، خیلی، باورت نمیشه. بذار یه چیزی بهت بگم، من همش دنبال طراح لباست بودم که بهش بگم که بیاد و واسه منم یه لباسی دیزاین بکنه. اگه پسر خالم اگه بخوای میگم با $5,000 برای دیزاین کنه. آه چقدر گرون میگیره. بابا گرون. زمان ما قیمت طراح لباس این نبود که، به خدا. ولش کن، اصلا یک گرون پول تو جیبم نیست جون تو. اینجا تهیه کننده ها پول نمیدن که، فقط از آدم کار میکشن. تازه من که خوبم، رابرت بنده خدا چند ساله داره فقط کار میکنه، پولم نمیگیره. دلت میخواد بری یقشونو محکم بچسبی و بگیری سرشونو بکوبی تو کافوت ماشین. آخ 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 چیز شد دیدی، باز من عصبی شدم. دکتر گفته اصلا نباید عصبی بشم و هی فقط سعی کنم ریلکس باشم و از تنش های عصبی دور باشم. اتفاقی یهو میفته دیگه، ممکنه قلبم یهو از کار بیفته. چند وقت پیش داشتم تو اینترنت میگشتم، گفتم بذار راجع به برنامه رامبد بخونم ببینم چیه، چی کار داره میکنه و اینا، که به یه چیز عجیب برخوردم. دیدم برنامه‌ت دقیقاً داره ایده ای رو دنبال میکنه که من سالها پیش اون ایده رو داشتم و میخواستم سر فرصت برنامه‌ای درباره خنده و فواید خنده بسازم. خیلی جا خوردم، انگار با یه چیزی محکم زده باشن تو سرم و پخش زمینم کرده باشن. گفتم آخه مگه میشه من این ور دنیا اونم اون ور دنیا چجوری به گوشش رسوندن؟ آخه باور کردنی نیست. اونم کی؟ رامبو؟
اصلا از رامبو توقع نداشتم بخواد ایده کسی دیگه ای رو بسازه. اتفاقا برای منم عجیبه که من اینور دنیا تو اونور دنیا یه ایده اینقدر مشابه داشتیم. اونم منی که 110 قسمتشو پارسال ساختم الانم 105. یعنی چی؟ بگذاریم حالا بین خودمون بمونه. میخوام همین خندوانه رو اینجا بسازم. بعدش هم بگم تیتراژ، بعد دوباره تیتراژ. اینقدر عداتو در بیارم تا حال جا بیار. باشه منم میرم پدرخوانده چهار رو نقش مایکل رو بازی میکنم تا تو هم حال جا بیاد. اینقدر مرس نخور سکته میکنی. خانم آقایون، جناب آقای الپاچینو. موافقیم با هم آواز بخونیم؟ بله. پس با هم میگیم 1 2 3 4. 1 2 3 4. قطر خنده ها تو بریز وسط، هر یه دونش امتیاز واسط. خنده توی مشتمونه مثل خمیر، اگه به بازی قصه میگه بدین قرار بینمون رو نسنه. خنده یا فرد با منظره، هی هی نگو غرق مشکلم، بهشون فکر کنی اینجا بهتره. کم کم قصه ها تو بریز دور، زیر چشمی نگاشون کن از زور. یکی یکی دارن ازت دور میشن، کم رنگ میشن بی حد تو. قرار بینمون یا اسمه گفتگوهایی که تا به امروز کردیم، تا به امشب، تا به امروز در خندوانه در فصل دوم، یک سوالی رو از مهمونامون پرسیدیم. اونم اینه که وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی؟ شما وقتی حالتون بد میشه چیکار میکنید؟ ببینیم، بشنویم. اینا خیلی نکات جذاب و مهمی هن و شنیدنشون به نظرم دوباره و دوباره و دوباره خالی از لطف نیست که، خیلی هم به درد بخوره. بریم بیای. حالتون بد میشه چی کار میکنی؟ موی ملودی غمگین با خودم زمزمه میکنم، رانندگی میکنم، میرم پیش دوستام و شعر میخونم. آره با خودم میگم هله هله مالی، هله هله مالی. موزیک گوش میدم، دعوا میکنم. هله وای هله مالی، هله هله مالی. گریه میکنم، قصه میخورم. اومدم توی بندر، ما ندارم وای آشنایی. هله هله مالی، وای هله
اینا میخونم و زار زار گریه میکنم. من بچه جنوبی ترین نقطه تهرونم. همیشه هم افتخار کردم. هیچ وقت یادم نرفته کجا اومدم. و حضرت عبدالعظیم یا شاه عبدالعظیم یا قدیمی یا شاه عبدالعظیم حضرت یا سیدالکریمی که ما میگیم، من حتما میرم زیارت ایشون. میرم نماز میخونم. آره. آرامش بهم میده. سریع خوب بودم و میرسونم به خانواده. یکی از چیزایی که خب خیلی کمک کنند از خانواده است برای من پسرم. یه ها شروع میکنم نماز خوندن برای پدرم، برای مادرم، برای برادرم، اینا فوت شدن. یا سکوت میکنم یا مرور. من عکس‌العمل نشون میدم. باری دلم نمیگیره بگم آی چرا اینطوریه، دعوا میکنم وسط خیابونم، دعوا میکنم. وقتی ناهنجاری میبینم وای میستم. چند وقت پیش میرفتم اوایل مثلا بعد از عید بود و همین چی خوشگل و گلکاری و بنفشه تو باغچه و خب بالاخره کلی زحمت میکشن تا این غذای سبز. یه آقای جلوی من داشت میرفت، یه چیزی خورد و قشنگ پرت کرد تو باغچه، یعنی اصلا نشونه گرفت لای بنفشه. من رفتم پیچیدم جلوش، کشیدمش پایین. خب از ماشین اینی که میگن کاملا درسته، یعنی این کارو میکنن دقیق. کشیدمش از ماشین پایین و بابش گفتم چه میزه، گفت به تو چه؟ گفتم به من مربوطه، من شهروندم، به من مربوطه، من تو این شهر دارم زندگی میکنم، من مالیات میدم، تو حق نداری این کارو بکنی. یه کسی من یاد داد، عصبانی زیاد میشدم و میدویدم سریع میخواستم برم درگیر بشم همیشه. یه کسی گفت هر موقع اینجوری میشی صلوات بفرست. و یک روز توی شهرک دفاع مقدس فیلم برداری داشتم، یه مشکلی پیش اومد و به ناحق بود. من ماشین روشن کردم، گفتم فقط میرم اونجا اونو میکشمش. بعد یاد گفته این دوستمون افتادم، رسیدم هی میگفتم برسم، اول که میرسم با کله یا میزنم یا با مش، ببینم تو چه پوزیشن بوده. این نشسته باشه با لگد تو صورتش میزنم، آروارهاش بریزم، دندوناش خورد بشه، بلند بوده اون فلانی هم بیاد داداشم با آرنج تو صورتم میزنم، همش رو میزنم. هی اینجوری بعد میرفتم بودم اللهم صل علی محمد و آل محمد. هی اینجوری رسیدم و رسیدم شهرک، رسیدم گفتم بابا آخه چرا اینجوری میکنی تو؟ ای بابا من چرا زنگ نمیزنی؟ خودم میومدم. گفت نوکرتم به خدا، منم اشتباه کردم، نبودی پشتت اینو گفتم حلال کن. گفتم ولش کن، ناهار چیه، بریم سر صحنه. اصلا یو عین رو به اون رو شد. سکوت اگر تو جمع باشه سعی میکنم فاصله بگیرم، واقعا میشینم یه لیوان آبی چیزی میخورم. تو سکوت حس میکنم یه جوری دشارژ میشم، یعنی کمکم میکنه، خیلی کمکم میکنه. میرم سازی میزنم، پیاده روی میکنم، هوایی میخورم، اکسیژن میگیرم، سعی میکنم یه جوری آروم شم. دانشکده یک کتابچه همراهم هست، گزیده غزلیات شمس، انتخاب دکتر شفیع کدکنی. بله. اونو به صورت فال همینجوری باز میکنم، یه چیزی رو میخونم، یکم تو اون ادبیات فکر میکنم و به سرعت احساس میکنم دیگه گیر نمیکنم. از سعدی، از عطار، از حافظ، سعدی خیلی زیاد. چه جالب. چیزی از سعدی حفظی؟ بله. میخونی؟ میشه یه دو خط همش همیشه میخونم، ولی آخه این خیلی به درد بخوره. میگه به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. اطرافیان من بپرسید من قهر بلد نیستم، یعنی نمیتونم به فکر کنم که مثلا این هیچی نمیگیم این درست میشه. میدونید یه ضرب‌المثل به بیرون از ایران هست که میگه بیا راجع به فیل تو اتاق صحبت کنیم، چون ما فیل رو تو اتاق بذاریم بعد بخوایم نگاه نکنیم، قهر کنیم، یعنی فیل هست، بیا راجع به فیل صحبت کنیم، یا از پنجره در بیرونش کنیم دوباره همو ببینیم، یا اینکه اینجور موندنش خوب نیست. بنابراین یه سکوت، یه مرور رو اتفاق، میان طرف فرد. اگه مطمئن باشم بی خودی دلازرده نشدم، اشتباه نگرفتم، میام دنبال حل. از اونم میخوام بهم پیشنهاد بده، میگم تو بگو چجوری از این بنبست بریم بیرون. We'll be right back.
به 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 سلام مخلص آقا خوبی؟ الان کجا این آقا؟ الان چاه 72 مارون واقع در مارون 3. کار گروه عملیات چیه؟ کار عملیات سرویس‌دهی به چاه‌های نفت و گاز از قبیل تعویض تل سنگ، تعویض کاهنده، تعویض شیرالات. ترک زبانم، بچه رام هرمز، ساکن اهواز. 25 سال سابقه کار دارم و مستأجرم هستم. اینو حتما یاد هوا چطوره؟ هوا هم عالیه دیگه. الان باد خنک از چهار طرف میاد و ما هم که لذت میبریم. یخ نکنه اینجا. چیکار کنیم دیگه؟ باچه پوشیدیم که یخ نکنه. برای اینکه اینجا یه ذره تحملت بیشتر بشه به چی فکر میکنی؟ کجا رو تصور میکنی؟ الان سرعین اردبیل، آب خنک، دوشابه تگری. آی بای تخصصیش کردی آقا. چند درجه دووم میاری شما؟ همه که دووم میاری، 100 درجه هم که بشه دووم میاری. جوش میاری ولی دووم میاری؟ آره دیگه. شما چله مثلا دیگه وسط مرداد هم همینه اوضاع؟ بله همش همینه. تعطیلی نداره؟ نه، ما ایام سال و عید نوروز، عید قربان، ماه مبارک، کاسوعا، عاشورا، پنجشنبه، جمعه، شب، نصف شب همه رو سر کار کنیم. اصلا در نکنیم. بله. و همین چایی که الان خدمتون هستیم، 3-4 تا از بچه‌ها همکارای ما گرمازده شدن تا ساعت 6 بعد از ظهر سر کار بودن با همین شرایط. باعث بهم خوردن حالشون شد و بالاخره مشکلات اینجوری رو ما روزانه باشون حالا رو دست پنجه نرم می‌کنیم. این گرما دیگه جایی برای نشاط و خنده و شوخی و اینا میمونه؟ آره دیگه، اگر راننده کنارت باشه اون خوشتری جریان بره رو بگه آدم باعث جریان چی بگه؟ جریان چیه؟ یه بره ای رو داری سپردی به جایی که نگهداری کنن ازش هر روز، میگن امروز بخواییم بخوشیمش بخوریمش، فردا بخوشیمش، ما هم هی بالا پایی میشیم. نگران بره. بله. خندوانه دیدی؟ یا برنامه خندوانه رو دیدی؟ نه آقا، ما اهل تلویزیون نیستیم، وقتی برای تلویزیون نگاه کردن برای ما نمیمونه. آره دیگه، با این همه گرما و سختی دیگه. خانواده چرا؟ خانواده میگیره. خیلی خوب، خسته نباشی. خرابت خوبی. یه لبخندی دارید، اینو همشه حفظ کنید، اینجا انرژی میده به برگیم. لطف کردیم. خواهش بدون معطلی یکی از رفیقامو میخوام دعوت بکنم بیا تو، یک بازیگر بسیار خوب تئاتر، کسی هم هست که خیلی خوب از نظر علمی تئاتر رو دنبال میکنه و اصولا فضای هنری رو، و بازیگر بسیار خوبیه. معرفی نمی کنم، بیا تو. موسیقی کمدینک. Excuse me for minor delay that occurred. The flight from London is on time enough and Tehran getting a second traffic jam. It's very nice of you to have a side choice in choosing for your understanding. I'm engineer Kazem Kahnemoui, graduated in law from University of UCLA of America and also and University of Mardaf of Shiraz. ببخشید که در واقع پرواز تهران لندن یه مقدار آن تایم نبود و من عذرخواهی میکنم. ادب حکم میکنه که قبل از هر چیز من خودم رو معرفی کنم. من مهندس کاظم کهنمویی هستم و فارغ التحصیل وکالت از دانشکده UCLA آمریکا و فارغ التحصیل در واقع مهندسی جامدات از دانشکده مرودشت شیراز.
ما در واقع مؤسسه ای داریم دوستان که من اومدم در واقع براتون توضیح بدم که شرایط مؤسسه چجوریه. ما میخوایم متخصص تربیت کنیم و پرورش بدیم برای اینکه در داخل و خارج از کشور متخصصین ما بتونن بدرخشن. ما متخصصین خودمون رو با یک سری از آیتم ها و کلاس ها عزیزم اسمت چیه؟ بله 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 شما؟ من آیتم ها رو براتون توضیح میدم: تونخانی، فلسفه، ریاضیات، نجوم، تعلیم رانندگی، هنر عشق ورزی، چگونه در 10 روز ثروتمندتر شویم و خیلی از آیتم های دیگه. قبل از هر چیز من نیازه که در واقع براتون عزیزان تونخانی رو توضیح بدم. حالا چرا بهتون میگم تونخانی به همه آیتم های ما مربوط هستش. خیلی از من میپرسن که آی کهنموی مگه میشه استاد چطوری؟ من خواهش میکنم به من استاد نگید. چرا؟ برای اینکه حالا میگم خیلی اون آقا تو سوال تو ذهنش ایجاد شده که چرا خودش به خودش گفت استاد. نه، من این رو میگم اینقدر تا از ذهنتون بیفته. آیتم تونخانی به همه آیتم های ما مربوطه. من کسی رو داشتم اینجا که دیکشنری رو در عرض 8 دقیقه تموم کرده. ای میشه؟ بله. کسی رو داشتم تاریخ توری چند جلد داستایوفسکی، گلشن راز، حیات مردان نامی از آغاز تا به امروز رو تونسته در عرض 2 ساعت 45 ثانیه تموم کنه. ای کهنموی میشه چطوری؟ آخه بهتون میگم من اینجا کسی رو داشتم یه بچه ای، آقا من هر وقت میخوام این رو بگم مو به تنم سیخ میشه، یه بچه 2 سالشه، مادرش میگه آقای کهنموی من اینو باردار بودم کلاسای شما رو میومدم. بچه الان خود به خود تونخان شده و چقدرم تو رشدش موثر بوده. بعد میگه من تونخانی نمیام. نیا، مگه چیزی از من کم میشه؟ مگه تونخانی نه چه اتفاقی میفته؟ یا آقایی رو داشتیم از مهندسین خیلی خوب ما هستن، اومد مؤسسه، اتفاقا خیلی هم کند بود، از کندخان ترین ها بود. به من میگه کهنموی خدا پدرتو بیامرزه، زندگی من تقسیم میشه به قبل تونخانی بعد تونخانی. این آقا انقدر پیشرفت کرده الان از تونخان ترین 3 دفعه اعزام به خارج داشته. میخواستم اسم نبرم ولی میگم جناب آقای مهندس منوچهر بچه سقا. انقدر ارادت داشت گفت کهنموی بذار من به بچهای مؤسسه یه درسی بدم. رفته شبونه سفت احوال فامیلی خودش رو عوض کرده، کرده منوچهر تونخان. دهش هم انداخته که ارادت خودش رو به تونخانی نشون میده. بعد میگه من نمیام تونخانی. خب نیا، مگه چیزی از من کم میشه؟ حالا این روزا خیلی مود شده تو کوچه خیابون هی به من میگن استاد کهنموی استاد. گفتم به من نگی مرسی. هی به من میگن آی دکتر استاد فلان اینها. که گفتم دکتر هم به من نگید چطوریه؟ مگه چیزی به یاد آدم میمونه با تونخانی؟ اینقدر سری چند جلد تاریخ طبری. خب تاریخ که یاد آدم میمونه خیلی مهمه. چطوری آخه؟ ذهن رو داری دست کم میگیری، از ذهن و کارکردهاش خبر نداری. ماشاءالله همتون دیگه موبایل های آنچنانی داری ولی اندازه پول یه ساندویچ برای علم نمیخوای هزینه کنی. یک موبایل چقدر پردازش میکنه؟ اون وقت از ذهن خودت خبر نداری. ذهن چه کارها میتونه بکنه، چه کارکردهایی داره. همین پسر بنده روز اول میگه بابا من تونخانی نمیام. الان شعبه چین و ژاپن ما دستشه. چینی ژاپنیا گور و گور هجوم میارن، میگه بابا شما که خودتون توندید. میگن ما میخوام تونتر چیم، میخوام بیام تو زن و مدیتیشن تونخانی. آی کهنموی ما زن و مدیتیشن داریم. اون آقا عزیزم اسمت چیه؟ این سوال داشت، درست سوالهاتو نگه دار، اگر تو پاسخ من نبود بعد بهت. خب گفتم باهاتون خندیدم کافیه، درست احترام ها حفظ شه. چینی ژاپنیا اینجوری هن. در هند شعبهش دست پسرموی بنده است. یه مثالی جا افتاده بینشون، میگن کهنموی کنهو فلفل بمبئی. یعنی کهنمویی تو گویی چون فلفل بمبئی تنده. خب کافیه، شوخی حدی داره. 2 تا بچه ژاپنی به خاطر تندخانی اومدن مؤسسه ما، رفتن بازار 2 کیلو پرتقال خریدن، باهاش سوخت خودرو درست کردن. چجوریه؟ آقای کهنموی به ما بگید. اینه خود باوری. آقای جوان کجا هستن؟ اینجا هم بربن. آقای جوان من رامبوت با هم شروع کردیم، جفتمون هم الان تو کار خودمون موفق هستیم. رامبوت تو کار خودش، من تو کار خودم. چطوری؟ بله خودباوری. خودباوری در عرض 3 روز همه چیز. همین پسر من روز اول میگه بابا نمیام تونخانی، تا میخورد زدمش. گفتم میخوای چی کار بکنی؟ هر کاری میخوای بکنی اول جلو خودم. میگفت بابا نه فلان اینا. الان میگه بابا ممنونتم. گاهی چوب به از زمزمه محبتی جمعه مکتب رو تفرقه کنی. چقدر تونخانی موثره؟ بعضی هم میگن که آقای کهنموی ما نمیخوام بیام تونخانی، چجوریه فلان اینها. یه تکنی آه بذار یه چیزی بهتون بگم، یه چیزی بگم. با غرور پاتو که از هواپیما گذاشتی پایین رفتی یه کشور دیگه، بگی من ایرانی هم. میدونستی تونخانی مال ما ایرانی ها بوده؟ عزیزم اسمت چیه؟ آره شما؟ نه اون یکی رو میگم. آره چی؟ امیرشم. خیلی جالبه، همین خط میخی که تو تخت جمشید از شدت تندی اونجوری میخی شده. بهتون بگم خب
الان بهتون میگم سوال تو ذهنش امیر میگه کن همون ای مگه میشه. بله امیر جان سوالات نگه دار، اگر تو پاسخ من نبود بد برات. احترام استادم نگه دارید شاگرد ها، منم پشت اون میزا بودم میدونم چی میگید. خب میگن چه جانم عزیزم بهترم همینو میگم دیگه، مزه پراکنی نکن بیرونت کنم. احترام. بله اجداد ما 37 برابر ما ذهنشون تند کار میکرده. عجب آقای کهنمایی ما نمیدونستیم. بله علم زکات داره، هر کسی اینها رو به شما نمیگه. اون نوچ نوچ ببین شما که دیگه سن و سالی ازتون گذشته درسته؟ مزه؟ نه کافیه کافیه، گفتم باهاتون خندیدم دیگه کافیه جدی. اجداد ما ذهنشون 37 برابر من و شما کار میکرده و خط میخی پدید میاد به اون تندی تون تون تون. چی کسی حرفی زد؟ چی عزیزم؟ حالا با غرور ببین چه غرور آقای کهنمایی ما نمیدونستیم. یه غرور. حالا یه تکنیک یادتون بدم بگین آقای کهنمایی چه جوری؟ اون دوست عزیزم اسمت چی بود؟ آبی پوشیدی؟ آره صابری جان بلند شو اینجا بیا. ترسید درست عزیزم؟ ترسیدی کافیه احترام خود رو نگه. بله یه تکنیک ساده، یه دست عزیزم چند تا انگشت داره؟ فکر نمیخواد 5 تا. اینقدر تو بخواد فکر کنی تو کندخانم نمیشی. دو دست 10 تا. همین یکی از انگشت، همین انگشت سبابه که اینو اونو باش اشاره میکنی نمیدونی چه کار کرده هایی داره. همین یه دست رو بچرخونید همه با هم بچرخونید. آها حالا بهش نگاه کن، بهش نگاه کن و برعکس ببین چه اتفاقی داره میفته. ذهن به جسم، جسم به مغز، مغز نورون‌ها اعصاب دارن کار میکنن، یه پیام مخابره میشه. همینو میذاری رو کتاب تون 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 تون. ذهنت عادت کرده دیگه درسته؟ نوشته چیزی داری امتحان کنیم؟ نه اگر اهل مطالعه بودی الان دانشجو خودکار و کاغذش صابری جان باهاشه برو بیرون. نه صابری پسر خوبیه. همه چیز امروز به هم ربط داره. خیلی‌ها میگن آقای تون آقای کهنمایی با تونخانی چجوری میشه استاد؟ که چند بار گفتم استاد نه. چطوری میشه؟ ما چقدر چیز یاد میگیریم. بله امروزه همه چیز علم انقدر پیشرفت کرده، ببین خودت کجای علم کجاست؟ همه چیز در دنیا به هم ربط داره. این ور دنیا یه پروانه بال میزنه موج موج موج، اون ور دنیا میبینی طوفان میشه. خیلی عجیبه آخه درسته صابری جان؟ چه بذار خوبیه کافی. گفتم باهاتون خندیدم دیگه جد. حالا به من بعضیا میگن که آقای کهنمایی اون رازشو بگید. بله همه چیه که میگید که همه چیز به هم ربط داره تونخانی. اگر تون تون بتونیم کتابا رو بخونیم خب تاریخو تونتر یاد میگیریم دیگه، مثلا چند تا سلسله رو یه جا یاد میگیریم، سامانیان ساسانیان فلان. یک شاگرد خیلی خوبی داشتیم الان ونیز داره نجوم میخونه، میومد سر کلاس و قبل کلاس میرفت زیر نور ماه، ماهو خیلی دوست داشت، نگاه میکرد به آسمون، یه حال خوبی هم داشت، سیگار میکشید. خیلی پسر ناراحت شدم بهش گفتم عزیزم سیگارش زیر پام له کردم و گفتم سیگار نکش برای سلامتیت خوب نیست. بین کلاس عزیزم دارم صحبت میکنم، کی بود؟ اجازه صابری جان. بین کلاس به من گفتش که آی کهنمایی من میتونم برم بیرون. بهش گفتم فلانی کلیت خوب کار میکنه درسته؟ گفت استاد از کجا فهمیدی؟ گفتم ولش کن. گفتم چرا کلاسای نجوم ما رو نمیای؟ گفت چطور استاد؟ گفتم گفت ما رو گرفتید. گفتم بنده خدا ما رو دریا به اون عظمت تأثیری داره که باعث جزر و مدش میشه. شما که میری زیر ما، من و شما که 2/3 وزن بدنمون آبه، میخوای جزر و مد نشی کلیت خوب کار کنه؟ من دوست دارم که همین رو امروز ثبت نام کنید. اگر امروز ثبت نام کنید از یه سری تخفیفات ویژه برخوردار میشید، چون من جلسه های دیگه وارد آیتم های دیگه میشم. ممنون، خدا حافظ. آقای کهنمایی نمونه مشخصی از این استادایی هستن که آموزشگاه دارن و توش همه چی درس میدن. به قول خودش از تعلیم رانندگی تا فلسفه و نجوم و هر چیزی که فکرشو بکنیم. و کاملا آموزشگاهی بی اعتباره. علکی. عرض کنم خدمتون که محمد زیکساری رفیقمون که باش آشنا شدید و بسیارم بازیگر خوبیه و به مرور خواهیم دیدش. بریم بیای. Oh,
اره چی میگه؟ آخه برای چی اره؟ بعد میاد با هات میخواد نزدت کنه. من نمیترسم نمیترسم این بود. من که گفتم در همه اجراها میگی من نمیترسم. شما یه دونه از همین راشایی که میگی تو اجرا گفتی بردا بیار، من نقد 10 میلیون تومان بهت میدم. وا اینم شکرم. بفرما. از این کارام کردی مثلا بترسونی یهو مثلا اگه پشت یه نفر قدیما؟ آره، ولی معمولا با مادرش شروع میکنه این چیزا، مثلا یهو میپره این کارا. من با مادر بزرگم این کارو میکردم، یعنی اینا برمیگرده به دوره کودکیم. مادر پدرم هر جفتشون رحمت خدا رفتن. خدا رحمت کنه. چیکار کردی؟ یه پستویی داشتن که این یه پرده بهش آویزون بود و توش مثلا یه گوشهش رخت خواب و اینا میذاشتن، یه گوشهش هم طبقه بندی کرده بودن لوازم مثلا آشپزخونه، ادویه، فلان چی. کمد. من میرفتم اونجا قایم میشدم. مادر بزرگم هم همیشه تو خونه تنها بود. بعد این چه کاریه میکنی بچه؟ بابات بیاد به بابات میگم. یعنی چی تو رو میارن میذارن اینجا که همدم من باشی؟ میای منو میترسونی؟ خدا رحمتش کنه. خدا اموات شما از سر تقصیرات تو هم بگذره. آره خدا یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا. ان شاء الله که همیشه خوب باشی، شاد باشی و نترسی، از هیچی نترسی، زنده باشی. نه چیزی تو این دنیا برای ترسیدن، ترسیدن واقعی وجود نداره. آدم از چیزایی باید بترسه که باید بترسه و که معمولا از اونها اصلا نمیترسه. از اونها اصلا نمیترسه متاسفانه. یه چیزایی میترسه که شوخی و مثل همین هاست، ولی یه وقتی میترسه که دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه. آره ممنون، لطف کردی. قربونت برم. قربونت برم. مرسی. سلامت باشی. متشکر. زنده باشی. اوکی. Garabara, dararara, harabala, gari bari bari di bari bari gaba, halaga, halaba, halaga la, dararara, harabara, dararara, gari bari bari di bari bari bara. آخر زمانه تا دارارا، هرگابا، دارارارا، دارارارا، دارا بعدی.
آقا سریعتر بیایم. خوب بود اگه زمانش بیشتر باشه یکم. نه آقا بفرمایید. بفرمایید آقا بقیه بستن. بفرمایید. ناری باری گاری بیرا بارا 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 هم شد. درا 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 درا. چند نفر آقا جون؟ یه نفر. چقدر اون؟ دو تومن. چند دقیقه کار داری؟ یه دقیقه. بده من. بقیه نداره ها. چی ماجرا؟ ناری باری گاری بیرا. بیا آقا بیا برو نگاه کن. کنج عزلت کنج عزلت بارا 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 بفرمایید خندوانه داره یه کار جواب خواهشم اینجا مگه چیکار میکنم بفرج عزلت بارا 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 بفرمایید بفرمایید آقا کجا بشین؟ بیا آقا جون بیا بیا گاره باره 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 دیوانه کرده منو بفرمایید شاه حسینی تو چرا اجازه میدی؟ کنج عزلت رو ببند آقا تعطیل کنج عزلت تعطیل امروز وای اومد بیا کجا رفتی تو؟ در ببند در ببند دانیا کجا بیا بیرون کجا بیا بیرون از همینجا میکشمت بیرون خب بیا 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 بیرون من نمیخواستی بیا بیا در کجا کجا گوش عزلت گره گره بره 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 گره بره بیا بیرون گره بره بیا بیرون بره گره بره بیا 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 بیرون ببخشید بیا بیرون چرا نمیذاری من کار کنم دانیال نیما گوشه عزلت اجاره میدی دانیال من رفتم سری درو ببندو کیدم بس بیا بیرون بیا بیرون دانیال درو قفل کن خودت فرار کن بلکن آقا ببین چه برخواهی داری با من میکنی؟ دست داره برای چی گرفتی؟ این چه کاری؟ این چه کاری؟ آقا بذاری کجا برای میبری؟ این چه کاریه؟ چرا باش همکاری میکنی؟ آخه گوشه عزلت و انزوا چیزی که شما بابتش هزینه کنی بریم گوشه اینجوری واسه آقا ما یکم بگه برا بابا برا بابا برا بابا چقدر بیزوقید پول میدین برای این چیزا؟ برای چه چیزایی؟ هم تفریحه هم منزوی حالشو خوب میشه پس این خندوانی داره چی کار میکنه؟ آقا کنج عزلت منه برای چی نمیذاری من کاسبی ما بکنم؟ سراتو میاری پایین تر ببخشید خیلی امشب تو بقیه شدی کنج عزلت منه بذار من کاسبی بکنم برای چی نمیذاری کار انجام بده؟ الان بهتر شد؟ بد نبود نیما آدم ها رو تشویق نکن به انزوا این زوا چیه؟ بعد این چه چیز عجیب غریبی؟ نونی دار میارم. چه نونی آقا؟ ها داره هر کاری یه اینقدر جا رو میرین پول میدین واسطین توش آخه این چه کاریه میکنین؟ خیلی هم قشنگه خیلی هم باحال و هیجان انگیزه. 2000 تومن میدین میریم اونجا. چقدر پس؟ که ایشون با اون صداش آواز بخون. بخون. البته آوازو میخونم برای شما. بخون. پول ندید چون. آره 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 آره. این آواز باید برای شما خون بشه. برای چی نمیذاری لقمه رو در بیارم من؟ نمیذارم با این چیزا نمیذارم تو پول در بیارم کنج عزلت منه شخصیه به خودم مربوطه میخوام اجارش بدم مثلا حالا که درشو بسته دوباره شب میباز میکنی امیرحسین مدرس عزیزمون هم دیدید که چه گفت و دمش گرم نمیترسه و دمش گرم اهل بازیه دمش گرم اهل اینه که با پسرش بره تفریح کنه بره شهر بازی و و و و اینکه واقعا از یه چیزایی باید بترسیم که نمیترسیم البته نه هممونا خیلی ها ممکنه یا بله کیه؟ کی بود؟ بریم بیای کیه؟ میخواییم مسابقه داخل استودیو بدیم و بعدم خدافزی کنیم یک برنده در خانم ها خواهد بود یک برنده در آقایون هر کدومشون جایزهشون رو از 1-1 میگیرن یک کارت 100,000 تومانی هدیه میگیرن به علاوه هر کدوم 150,000 تومان بن خرید از فروشگاهی که خدمتون میگیم برای خرید محصولات غذایی به علاوه محصولات 1-1 1-2-3
شماره 53، شماره 46، بالا، شماره 60، شماره 84، شماره 62. در یک دقیقه بیشتر سوزنهایی که نقش شدن جایزه خواهد گرفت. حالا دستا بالا کسی؟ خب یک عدد، دو عدد، سه عدد، یک عدد، دو عدد، هیچی، یک عدد، دو عدد، سه عدد، چهار عدد، پنج عدد، دو عدد. امیر قنبلعلی هست. خیلی خوشحالم میبینمتون. علیرضا فاطمی. بله. محمدعلی مولوی. بله. حمیدرضا سرلک. بله. مهران کشانی. خیلی خوشحال شدم دیدم شما رو. بفرمایید. خب حالا مسابقه خانوما و اونم اینه که باید چسبای نواری که اونجا هر کی 10 تا داره سرچسب رو پیدا کنن و بذارن کنار. شماره 17. شماره 1. شماره 14. شماره 4. شماره 24. خانم محبت بفرمایید اول خودتون رو معرفی کنید. زهرا آقا باقری. بله. مریم نعمت الله. بله. مائده فاطمی. بله. شادی سرمدی. بله. سهیدا ضیاکار. یک، دو، حالا یک، دو، سه، شما چهار تا، سه تا، سه تا، یک، دو، سه، یه چهار نفری، بقیه سه تایی. صاحب هدیه از محصولات یک و یک، یعنی مجموعه یک و یک شدید، مبارکتون باشه، تقدیم. به احترام مردم عزیز ایران لطفاً بلند شید. براتون آرزو میکنیم که سالم، سرحال و خوشحال، شاد، خندون، مصمم، مسلط و درجه یک باشید، پر روزی در کنار خانوادتون و در ماه مبارک رمضان هم طاعات عباداتتون قبول باشه و دوستتون داریم و خدا نگهدارتون باشه و یک، دو، سه. Come on, let's see.